برای بحث بیشتر روی این موضوع همراه میشیم با نوراحمد خالدی، آگاه امور سیاسی و اقتصادی از برزبن استرالیا. آقای خالدی، تحلیل شما از وضعیت بحران انسانی کنونی در افغانستان چی است؟ سلام محترم. بسیار اوضاع خراب است و این ناشی از عدم موجودیت زمینه های استخدام است. دولت طالبان نتانسته کارمندای سابقی که در دولت افغانستان کار میکرد و را سر کارشان نگه داره، بخصوص زنها را و دخترها را. دولت طالبان نتانسته قراردادهای سابقه را که برای موسسات مختلف انجام میدادن سر کار خود نگه داره یا وارا استخدام کنه. همچنان سکتور استخدام در سکتور تعلیم تربیت کاملا فلج است. استخدام در سکتور فرهنگی در کشور همچنان در بخش رستوران ها هتل ها فلج است. ترانسپورت، سکتور ترانسپورت در کل کشور به اندازه‌ای نیست که قبلا جریان داشت. و از با خارج شدن امریکایی و ناتو قراردادی های مردمی که با او همکاری میکردن کار میکردن ای بیکار شدن. یعنی تنها قراردادی خارجی 15,000 نفر بود. خب این 15,000 خارجی در مقابلش حداقل 100,000 یا بیشتر قراردادی افغانی وجود داشت یا همش بیکار شدن. و از طرف دیگر موسسات بین‌المللی از افغانستان رفتند. این هزاران نفر مصروف نگه می داشت در افغانستان. و تولید کم شده در افغانستان، پول نیست، قدرت خرید کم شده، مردم نمیتونه از تولیدات خریداری کنن. و این سبب این شده که تجارت صدمه ببینه، تجارت خارجی در حالت رکود قرار داره. با پایین آمدن ارزش افغانی قیمت ها بالا رفته، قیمت های تمام امتیه وارداتی بالا رفته و مردم قدرت خریدشون کم میشه. کمک های عاجل بین المللی کمک های کوتاه مدت است. این یک به اصطلاح پلاستر گذاشتن یا یک بندید گذاشتن بالا یک زخم است. این نمیتونه به صورت دوامدار این مشکل برای طویل مدت رفع کنه. مسئولیت طالبا به صفت مسئولان یا به صفت حاکمان افغانستان چی است؟ مسئولیت دستور زیاد بسیار بند است یا امکانات بسیار کم دارن، یا اگرچه تا جایی که توانسته بودن در اوایل که تمام مردم از ولایات مختلف آمده بودن، از دیهات یا به شهرها، توانستن وار دوباره جا به جای کنن و مو بحران جلوش بگیرن. اما در دیگر زمینه ها یا نمیتونن بسیار فعال باشن، برای زیکی یا حتی روز گذشته پول دلار که از طرف سازمان های بین المللی آمده بود به کابل یا قادر نشد بودن که در بانک بین المللی افغانستان پول افغانی در مقابلش داشته باشند به اندازه کافی. ولی او چیزی بود که اونا رد کردن، گفتن که نه ما پول کافی داریم. خب دیده شد این پول کافی از کجا کردن؟ این پول کافی خودشتی از یا نمیتونن که خودشان چاپ کنن پول افغانی را امروز و این را با بازار عرضه کنن. به هر صورت منظور ایست که سرمایه‌گذاری در سکتورهای تجارت، در سکتورهای بانکی، در سکتورهای تولیدی صورت باید بگیره، که استیمولس پکیج باید اینجا باشه که دولت طالبا قابلیت دیدی ندارن متاسفانه، مگر اینکه یا کادرهای تکنیکی را استخدام کنند که با یا همکاری کنند، شوراهای تکنیکی را کادرهای تکنیکی که با یا همکاری کنند که یا بتونن امی استیمولس پکیج ها یا پکیج های یا بسته بندی های اقتصادی که بتونه اقتصاد احیا کنه. حالی که مخصوصا جامعه جهانی آمده با کمک های بین المللی در اینجا زمینی موجود دالف فراهم شده، این حال در پولی از کمک های زمینه های متممه باید ایجاد شود. کمک های بین المللی در غیر از قسمت فقر زدایی هم باید صورت بگیره، در سکتورهای صورت بگیره که مردم استخدام میشن، مثلا در قسمت تعلیم تربیت، در قسمت صحت، در قسمت حمل و نقل و غیره سکتورها، که این بتونه مردم استخدام کنه. تا زمانی که مردم استخدام نشن این معضل حل نمیشه. خوب، این بنبسته که فعلا حکومتداری طالبا در سطح ملی و بین المللی با او مواجه است، تا چی حد در وخیم شدن وضعیت اقتصادی و
معیشتی مردم افغانستان نقش داشته نقش داره؟ زیاد نقش داره، برای اینکه اعتماد مردم بالای دولت به حد پایان رفته که امید برای آینده بهتر پیش مردم کم شده و این جایی که دولت طالبان در این قسمت کار کنه. آره، تازه از اخبار شما مشنیدم که چندین هزار نفر استخدام کرده که مردم در تبلیغات مذهبی برشان انجام بدن. یعنی اولویت های طالبا با اولویت های فعلی جامعه و اقتصاد افغانستان زمین تا آسمان اصلا فاصله دارند. تو برای طالبان اولویت ها دیگه چیز است، ولی برای نیاز جامعه و نیاز مردم چیزهای دیگه است. به این خاطر این بحران متاسفانه بزرگتر شده میره نه کوچکتر. تشکر بسیار زیاد از حضور شما در برنامه. جناب نوراحمد خالدی، آقای امور سیاسی، وقتان بخیر.